مردم سلام، عزیزان دل سلام، دوستای خاص ما سلام سلام سلام. میسیز ریپورتر هستم، به تلنگر خیلی خیلی خوش اومدین. امروزم با شما هستیم و همراه شما هستیم تا راجع به هشدار جدی به گران فروشان با شما صحبت کنیم. لطفا ما رو سابسکرایب بفرمایید و همراه ما باشید. گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مردم یک خبر تکراری شده، به طوری که قیمت‌ها دیگه نه هر 6 ماه بلکه هر ماه و یا هفته‌ای بالا میره، اونم با مجوز. این در حالیه که مسئولین مربوطه معتقدن بر بازارها نظارت کامل دارن. روند افزایش قیمت در بازارهای سرمایه‌ای چون دلار، سکه، مسکن و خودرو به بازار لوازم خانگی و کالاهای اساسی هم رسیده. اما برخلاف سالهای گذشته، افزایش نرخ‌ها بر روال همیشه پیش نمی‌ره. اغلب هر 3 ماه و یا ماهانه و گاهی هر 10 روز یک بار بالا می‌رود. دولت نه تنها برای این موضوع کاری نمی‌کنه، بلکه مانند خودرو هر 3 ماه نیز مجوز افزایش قیمت صادر می‌کنه. چرا نظارت جدی بر اوضاع افزایش قیمت‌ها نیست؟ پاک کردن، مخدوش کردن و فروش بالاتر از قیمت درج شده تخلفه. عسکری در پاسخ به این سوال که آیا از پاک کردن و مخدوش نمودن قیمت‌ها در فروشگاه‌ها خبر دارید گفت درج قیمت باید حتما بر روی کالاها به صورت مشخص باشه. عدم درج قیمت بر روی کالاها تخلف تعذیراتی محسوب میشه. مردم باید خلاف این موارد رو گزارش کنن. با گزارش مردم قطعاً با واحدهای متخلف برخورد میشه. وی در ادامه گفت فروشگاه‌های تولیدی موظف هستند که قیمت جدید رو در کارخانه‌ها درج کنن. مردم نیز باید گران فروشی‌ها را گزارش کنن. همچنین در صورت پاک کردن یا مخدوش شدن قیمت‌ها توسط فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، این موارد رو به سامانه 124 و 135 گزارش بدن. این موارد تخلف محسوب می‌شود. چرا لیست قیمت کالاها رسانه‌ای نمی‌شود؟ سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعذیرات حکومتی درباره اعلام رسمی کردن قیمت‌ها گفت اعلام قیمت کالاها مربوط به سازمان حمایته. سازمان حمایت و اتحادیه‌ها برای قیمت‌ها حداقل و حد اکثر تعیین می‌کنند. اطلاع رسانی این موارد با سازمان تعذیرات نیست، بلکه سازمان حمایت و اتحادیه‌های مربوطه باید ورود کند. از بالا رفتن قیمت چای اطلاعی ندارم. عسکری در خصوص افزایش قیمت چای گفت من اطلاعی ندارم، اما اگر در هر کالایی افزایش قیمت خارج از قاعده رعایت نشه تخلف محسوب میشه و با این موارد برخورد خواهد شد. برخورد با این موارد نیز بستگی به گزارش سازمان حمایت، بازرسین سازمان حمایت، بازرسین اتحادیه‌های مربوطه و گزارش مردم داریم. ما در گشت‌های سازمان تعذیرات حکومتی به این موارد برخورد می‌کنیم. گرانفروشی خودسرانه شده. وی در ادامه گفت با توجه به جو روانی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، خیلی از عرضه‌کنندگان و فروشندگان دست به گرانفروشی خودسرانه می‌زنند، تا جایی که با این گرانفروشی‌ها و واحدها برخورد می‌شه که گزارش داشته باشیم. چنانچه گزارش شود، قطعاً با این موارد قانونی برخورد می‌شه. ولی در برخی از موارد هم سازمان حمایت و اتحادیه‌ها مجوز قیمت میدن، اما اطلاع رسانی نمیشه. برخی کالاها هفتگی بالا میرن. سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعذیرات درباره بالا رفتن هفتگی قیمت برخی کالاها چون نوشابه لبنیات تاکید کرد اگه مجوز افزایش قیمت داشته باشن تخلف محسوب میشه، اما دلیل هفتگی افزایش قیمت ها رو باید از سازمان حمایت و اتحادیه‌های مربوطه سوال کنید که بر چه اساسی مجوز هفتگی افزایش قیمت به برخی از کالاها داده میشه. گرانفروشی با افزایش قیمت قانونی کالاها متفاوته. سازمان تعذیرات حکومتی به گرانفروشی ها وارد میشود. عسکری در ادامه گفت سازمان تعذیرات حکومتی یک سازمان حکم
مهم و حکم محور است. ما بر اساس تخلفات صورت گرفته صلاحیت ها و قوانینی که اجازه می دهد حکم صادر می کنیم. کار بازرسی با این تخلفات آن هم اقتصادی به سازمان تعزیراتی حکومتی مربوط نیست. بازرسی ها با وزارت سمت، سازمان حمایت و تشکیلات اتحادیه ها ارتباط برقرار میکنه که باید بازار رو رصد کنن و گزارش تخلفات رو برای ما صادر کنن. ما بر اساس گزارشات حکم صادر میکنیم. طبق ماده 19 قانون به ما اختیار داده شده که سازمان تعزیرات حکومتی میتونه در برخی از موارد نسبت به گشت مشترک اقدام کنه. گشت مشترک نماینده سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس شعبه، نماینده اتحادیه‌ها و نماینده سازمان ثبت به عنوان بازرس صورت میگیره. تخلفات رو کارشناسان سازمان حمایت و اتحادیه‌ها بر عهده دارن. برخی از این موارد هم ما انجام میدیم. اما فروشگاه‌های آنلاین زیر نظر چه نهادی هستند؟ سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی درباره فروشگاه‌های آنلاین گفت: فروشگاه‌های اینترنتی زیر نظر اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی است. بررسی مجوزهای قانونی و قیمت‌ها نیز با توجه به گزارش‌های مردمی زیر نظر سازمان حمایت. عدم درج قیمت در این فروشگاه‌ها نیز تخلف محسوب می‌شود که باید برخورد شود. عسکری در آخر درباره درج واژه توافقی به جای قیمت در برخی از سایت‌های اینترنتی گفت: برخی از این شبکه‌های اینترنتی چون غیر قانونی قیمت سازی می‌کردند، طبق قانون نباید قیمت‌ها را درج کنند. برای ورود باید حتماً با رسانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ارتباط برقرار کنند. مردم جان، عزیزان دل، خیلی ممنون که امروزم با ما همراه بودید و ما رو شنیدید. امیدواریم که در کشورمون همه چیز در سر جای خودش قرار بگیره و کشورمون همانطور که مردم میخوان باشه. امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه، مراقب دلای مهربونتون باشید، مراقب خودتونم خیلی باشید، یادتون باشه که ما کلی دوستتون داریم. لطفا ما رو توی یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک هم همراهی کنید، برامون کامنت بذارید و بهمون انرژی بدید، اونم انرژی از نوع مثبتش. کلی دوستتون داریم، لطفا ما رو سابسکرایب بفرمایید و اون زنگوله کوچولو رو به صدا در بیارید. تا خبرهای بعدی، بدرود عزیزان دل. Thank you.